رئیس دادگستری اصفهان اتهام افساد فی الارض علیه توماج صالحی خواننده معترض بازداشت شده را تایید کرد. محاربه و افساد فی الارض از جمله اتهاماتی است که بر اساس قوانین کیفری ایران میتواند حکم اعدام به دنبال داشته باشد. این موضوع رو با پگاه بنی هاشمی به گفتگو میذاریم، حقوقدان مقیم آمریکا. خانم بنی هاشمی، با اتهام افساد فی الارض شروع کنیم. شمول و تعریف این اتهام چیه؟ اصلا اساسا شرایط تحقق جرم افساد فی الارض چیه؟ درود به شما و تمام بینندگانتون. خبر به اصطلاح یکی دیگه از خبرهای متاثر کننده ای که ما میشنویم که در واقع یک از هنرمندان کشور بخواد با همچین اتهام سنگینی روبرو بشه. ببینید، دو تا مسئله، دو تا جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی هست که در طول 40 سال گذشته مدام هم در واقع تلاش شده که در واقع عناوین این موضوع مدام هی گسترده تر بشه، با وجود به این که اصل در واقع در اصل کیفرشناسی مدام همه اساتید حقوق اینو تاکید میکنن که مجازات ها بر اساس مزیق بودن باید تفسیر بشه. ما در قانون مجازات اسلامی موارد بسیاری رو نام برده در خود ماده که در واقع مصداق جرم افساد فی الارض، اما در نهایت این رو عنوان کرده که کسی که باعث خسارت عمده بشه یا اخلال در نظم عمومی به شکل گسترده ایجاد بکنه. یعنی با وجود به اینکه نشر عکاسی و خیلی مطالب دیگر رو تحت عنوان افساد فی الارض بیان کرده، در عین حال مسئله باید به گونه ای باشه که در واقع تمام مثلا تمام کشور رو تحت شعاع قرار بده. در شرایطی که ما میدونیم تمام این اعتراضات شروع شد با مرگ مهسا امینی و اعتراضات در پی، و این اعتراض هم فقط در واقع وابسته به مسئله مهسا امینی نبود، مدت ها بود که مردم در ارتباط با مسائل آزادی های اجتماعی، مسائل معیشتی در ایران اعتراض داشتن، کماکان که ما در آبان 98 و همجور شما برگردید میبینید این ادامه داشته. بنابراین اینکه یک کسی که رپر هست، هنرمند هست، صدای اعتراضی مردم رو به شکل شعر و هنرش بیان بکنه نمیتونه مصداق افساد فی الارض باشه و نمیتونه مصداق در واقع اخلال عمده در نظم عمومی کشور باشه با وجود مثلا نشر عکاسی. ضمن اینکه خب برمیگردیم به اینکه اساسا عمده مردم در ایران بر این باور هستن که اعتراضات مسالمت‌آمیز که در قانون اساسی، در اعلامیه حقوق بشر که ایران هم بهش پیوسته، باید مورد احترام قرار بگیره. اینجا باید سوال بکنیم که آیا هر گونه صحبتی که در واقع خلاف اقلیتی در رأس حکومت باشه میتونه مصداق افساد فی الارض و محاربه در واقع قرار بگیره، اگر بخوایم به این ترتیب تفسیر گسترده بکنیم از قوانین مجازات اسلام. جوابش بس خانم بنی هاشمی، جواب این سوالی که خودتون کردید میشه بله؟ به طور حتم خیر، بر اساس اینکه نه بر اساس قانون مجازات اسلامی و نه بر اساس در واقع قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر، به طور حتم هیچ کسی در این شرایط نباید به خاطر اعتراضش مورد در واقع اتهام محاربه یا افساد فی الارض قرار بگیره، هیچ کسی. و خب از جمله توماج صالحی که ما در موردش صحبت می‌کنیم. به توماج صالحی برمیگردیم که قرار بوده دوشنبه امروز وکیلش به دادگاه مراجعه کنه، اما بدون حضور وکیل اکتسابی و بدون برگزاری دادگاه معتبر اعلام شده که او اتهامهایی داشته از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام و محاربه، همکاری با دولت متخاصم و نشر اکاذیب. اتهام دیگری هم داشته. آیا این اتهامات هر کدوم در قوانین ایران قانون دارند یا تنها ابزاری هستند برای سرکوب؟ ببینید، خب قانون که وجود داره، ولی قانون همطور که گفتم به قدری تفسیر گسترده میشه که اگر ما بخوایم در این رابطه صحبت بکنیم، هر کسی که کوچکترین صحبتی بکنه که خلاف اقلیت در رأس حکومت باشه میتونه با این مجازات ها مورد در واقع با این جرم ها تحت این جرم قرار بگیره و مجازات بشه. ولی اجازه بدین این مسئله رو به این صورت هم نگاه بکنیم. الان یکی توماج صالحی همطور که خودش همیشه گفته من رپر هستم و در رپ هم در واقع یک نوع هنر اعتراضی هست، یعنی هنری که در واقع صدای مردم رو به صورت هنر در میاره، به صورت یک شعر رپ در میاره و اون رو عنوان میکنه. بنابراین اصلا میتونیم بگیم ماهیت کار اون صدای اعتراض رو رسوندنه.
در کنار اینکه به عنوان یک فردی که مورد اتهام قرار گرفته تا این لحظه اونجوری که در اخبار ما شنیدیم و خانوادهش گفتن اجازه دسترسی و اطلاع و در واقع صحبت کردن با خانوادهش رو نداشته. حتی خانواده در بعضی از خبرها عنوان شده که نتونستن تا حالا دیداری با اون داشته باشن. و موضوع وکیل تسخیری و وکیل اکتسابی، اجازه بدین این نکته رو هم عنوان بکنم. اساساً واژه وکیل تسخیری زمانی معنا داره که فرد خودش قادر نباشه که کسی رو به عنوان وکیل خودش معرفی کنه. زمانی که افراد این به اصطلاح میخوان که کس دیگه ای وکیلشون بشه، به طور حتم بر اساس قانون باید در واقع این اجازه رو داشته باشن که وکیل مورد نظر خودشون رو بیارن و در کنار خودشون قرار بدن. برای که وکیل بودن یعنی در واقع مصلحت اون فرد رو به طور کامل متوجه شدن. ما تا جایی که میدونیم در واقع فقط وکیل تسخیری در این اوضاع در کنارش بوده. نمیدونیم که حتی واقعا اون وکیل تسخیری تونسته کاری بکنه یا نه، به خاطر اینکه ارتباطی تا این لحظه با توماج صالحی اینطور که میگن برقرار نبوده. البته خانم بنی هاشمی، ایشون وکیل انتخابی هم داشتن، خانواده‌شون گفتن که وکیل دارن، اما خب به هر حال انگار دسترسی به پرونده یا حضور در دادگاه نداشته. پیگاه بنی هاشمی همراه ما بود، حقوقدان مقیم آمریکا.